أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خدای متعال در قرآن کریم می فرماید انزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها. در جلسات پیشین عرض کردم که ماه محرم فرصتی بسیار بزرگ و مهم است برای اصلاح و برطرف کردن مشاکلی که در انسانیت آدم و در اخلاق او و در کردار او یافت میشه. پس این ماه محرم فرصتی است بی‌نظیر که باید انسان از او بهره ببره. لیکن مطلب مهمتر از آن این است که ما بدانیم صرف وجود داشتن فرصت بزرگ برای انسان شدن و اصلاح کافی نیست، بلکه کسی میتواند از فرصت بزرگ بهره ببرد که خودش هم گنجایش و ظرفیت آن فرصت بزرگ را داشته باشد. این آیه مبارکه میگوید ما از آسمان بارانی را نازل کردیم و هر ظرفی به اندازه جایی که داشت، به اندازه گنجایش خودش از این باران بهره برد و آن مقدار باران رو جمع کرد. هر فرصتی که در برابر پای انسان قرار بگیره، انسان به اندازه‌ای ازش بهره می‌بره که قابلیت و تحمل اون رو داشته باشه. اگر اون فرصت بزرگ باشه اما توانایی‌های فرد کم باشه، هیچ فایده‌ای نداره و فرد به اندازه توانایی‌های خودش از اون بهره بردار میشه. نفت که امروزه یکی از پردرآمدترین منابع جهانی است، اگر انسان وسیله استخراج و بهره برداری و اون تکنولوژی رو در اختیار نداشته باشه، هیچ فایده ای براش نداره. در زمان سابق، در زمان اهل بیت علیهم السلام، نفت بوده و گاهن راوی ها میمدن و از امام سوال میپرسیدند درباره احکامی که متعلق به نفت هست، اما فایده زیادی نداشته. فقهای ما در مورد نفت در کتاب خمس و در غیره بحث کردند. پس وجود داشته، ولی چون که اون فناوری و اون تکنولوژی بهره برداری ازش وجود نداشته، این وسیله گرانبها هیچ ارزشی نداشته. وسیله‌ای که امروز دنیا بر اون میچرخه، در اون زمان هیچ کاربردی نداشته. چرا؟ چون که توانایی‌های جامعه اون زمان در حد بهره برداری از نفت نبوده. ببینید، تصور کنید شما در یک صحرای قرار دارید که خاکش از طلاست، همه چی اونجا از طلا و زره. خب این بهترین و بزرگترین فرصتیه که شما از این طلاهایی که در اونجا هست بردارید و پول بسیار زیادی رو به جیب بزنید. دیگه از این فرصت بزرگتر یافت نمیشه. خب چه انسانی اینجا سعادتمند میشه؟ چه انسانی موفق میشه که از این فرصت بزرگ استفاده کنه؟ انسانی که وسیله جمع‌آوری و بهره برداری از این طلای زیاد رو داشته باشه. و الله اگر کسی دستش خالیه و هیچ چیزی نداره، این چقدر میتونه از این طلاها برداره؟ به اندازه یه مقداری که دستش تحمل میکنه، به قدری که میتونه با دستش برمیداره یا مثلا در جیبهاش میگذاره و همینطور، اما بیشترش نه. از بزرگترین فرصت مادی که داره به این مقدار کم بهره میبره. چرا؟ چون که توانایی‌هاش و وسایل استفادهش خیلی محدود و کمه.
در مورد حکمت احداث سدهایی هم که انجام میشه همینه. چرا این سدها رو میزنن؟ برای اینکه این باران رحمت الهی میاد جاری میشه. همین باران رحمت الهی اگر تدبیر پشتش نباشه، اگر برنامه ریزی پشتش نباشه، تبدیل به عذاب میشه، تبدیل به سیلاب میشه و به جای اینکه در آبادانی از اون استفاده بشه در ویرانی قرار میگیره. رضامیان سدهایی میزنند که از این آب انبوه استفاده بهتر رو کنن، این آب جمع بشه و بهره برداری مناسبی ازش انجام بگیره. پس باید دقت داشت که تنها وجود فرصت مناسب به معنای موفقیت فرد نیست، بلکه فردی موفق است که ابزار استفاده از اون فرصت بزرگ و طلایی رو داشته باشه، بتونه از اون فرصت استفاده بهینه و به جا بکنه. اصحاب پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله در محضر برترین بالاترین فرد جامعه بشری حضور داشتند، از همه جهات برترین مخلوقین، حبیب خدا، رسول خدا پیش آنها بود. میتونستن هر کاری که به ذهنشون میرسه، هر سوالی که در خاطرشون میاد از پیامبر اکرم بپرسن و پیامبر ارشادشون کنه، چه در جنبه دنیوی چه در جنبه اخروی، چه در جنبه مادی چه در جنبه معنوی. اما این اصحاب چقدر استفاده کنن از پیامبر؟ هیچی. چقدر این وجودشون رو ترقی دادن و ارزش دادن به این نفس های پستشون؟ هیچی. بعد از رفتن پیامبر از این دنیا همون افرادی برگشتن که بودن، الا چند نفر بسیار بسیار کم عدد. در مقابل پیامبر میخوابیدن به روی دل، پاهاشون رو از بالا از پشت بالا می آوردن، تکون میدادن، به پیامبر میگفتن بر ما قصه بگو، بر ما شعر بخوان. این بوده بهترین فرصتی که در تاریخ تصور میشه بر اینها بود، اما اینها هیچ بهره ای نبردن. بیاین سر اصحاب امیر مؤمنان علی علیه السلام. حضرت امیر تأسف میخوردن، تحسر میخوردن بر اینها، میگفتن که بهترین منبع علم در پیش شماست، از من بپرسید قبل از اینکه از میان شما بروم، از وجود من استفاده کنید، بهره ببرید. سلونی قبل ان تفقدونی. چقدر علی علیه السلام این سخن رو با تأسف میگوید، سلونی از من بپرسید قبل از اینکه از میانتان بروم، از این فرصت بزرگ الهی استفاده کنید، از حجت الهی بهره ببرید. اما اونها مسخره میکردند، استهزا میکردند. شخصی بوده به نام سعد بن ابی وقاص، از حضرت پرسید اگر تو هرچه که در این دنیا هست را میدانی بگو، در سر من چند رشته مو وجود دارد. مسخره کرد حضرت رو. حضرت به او گفتن که من میدانم مقدارش رو، عددش رو دقیق میدونم، چون که مستند و پشتوانه علم امیر مؤمنان و علم اهل بیت و پیامبران خداست، خدای متعال این علم غیب رو به اونها داده، اولیاء الهی که از خودشون چیزی ندارن، اگر خدا رو از اونها جدا کنید صفر هستن، هیچ نیستن، هیچ چیز خاصی درشون دیده نمیشه، یعنی اصلا هیچ میشوند. خدای متعال به اونها وجود داده، به اونها همه فضائل و کمالات رو عطا کرده. حضرت امیر گفت که من این را هم میدانم. چرا؟ چون که علم من از طرف خداست. اما اگر به تو بگم، تو میگی دلیلت چیه؟
و بعد اینجا به او خبر غیبی دادند و فرمودند که بدان در خانه پسری را بزرگ میکنی که آن پسر فرزند من حسین را شهید میکند. مرادشون عمر ابن سعد نعمت الله علیه بود. حضرت امیر حرص میخوردند بر هدایت اینها، مانند پیامبر، مانند دیگر اولیاء الهی. خدا به پیامبر میگه فلعلک باخع نفسک الا یکون مؤمنین، مثل اینکه قالب توهی میکنی، میخواهی قالب توهی کنی اگر اینها ایمان نیاورند. حرص میخوردند برای انسان شدن انسان ها، برای خوب شدن آدم ها. نوح علیه السلام فرمود به قومش فتولا عنهم، از آنها ناامید شد و قال یا قوم لقد ابلغتكم رساله ربي و نصحت لكم، پیام الهی رو به دست شما رسوندم، شما رو نصیحت کردم، وعظ کردم، ارشاد کردم، راه خیر را در مقابل شما گذاشتم، ولیکن لا تحبون الناصحین. مشکلی که شما دارید اینه که از راه خیر گریزانید، کسی که شما رو وعظ و ارشاد میکنه رو دوست ندارید. این یک مسئله کلیه است که مردم و در همه جا هست، در هر زمانی، در هر مکانی این مسئله وجود داره که مردم قدر فرصتها، یه گران قدری که در کنارشون هست رو نمیدونن و از این فرصت هیچ وقت بهرمند نمیشوند. در روایت بسیار زیبا داریم از حد الناس فی العالم اهله و جیرانه، بی رغبت ترین افراد نسبت به یک دانشمند خانواده و همسایگانش هستند. هر روز میبیننش فکر میکنن یک فرد عادیه، فکر میکنن یک فرد معمولیه، اما از اون گنجینه علمی که در سینه او حضور دارد خبر ندارن، بلکه خبر دارن ولی اهمیت نمیدهن. از حد الناس فی العالم اهله و جیرانه، همون که در زبان فارسی گفته میشه مرغ همسایه غازه. انسان هیچ وقت دوروبر خودش رو نگاه نمی کنه. آب در کوزه و ما گرد جهان میچرخیم. بله، به اصل مطلب برمیگردم که از هر فرصتی انسان به اندازه ظرف وجودی خودش، به اندازه گنجایشش استفاده میکنه. لذا اهل بیت اطهار علیهم السلام همیشه افراد رو تشویق میکردن که تحملتون، گنجایشتون رو بالا بیارید، ترقی کنید. کمیل میگه من با حضرت بودم، به صحرا رفتیم، در آنجا تنفس سعدا، نفسی سخت کشیدند، گویی نفسی بوده که از جهالت این مردم، از نمک نشناسی این مردم بالا میمده. بعد حضرت فرمودند بعد از این نفس سختی که کشیدند، بعد از این آه و درد قلبی که کشیدند، فرمودند یا کمیل ان هذه القلوب اوعیه اوعیه فخیرها اوعاها، قلب های آدمیان به سان ظرف هایی است که بهترین این ظرف ها ظرفی است که جای بیشتری بگیره، گنجایش بیشتری داشته باشه، مطالب بیشتری رو بتونه تحمل کنه. شاید حضرت از جهالت این ملتی که در حضور حضرت بودند شکایت می‌کردند، این نفس سخت رو می‌کشیدند
که اینها بهترین فرصت تاریخ رو دارند ولی این گونه پایمالش میکنند و هیچ بهره ای ازش نمیبرند. فخیرها اوعاها. خب سوال بپرسید آقا، قلب ما که در دست ما نیست دیگه، هر کسی خدا یه مقدار گنجایش بهش داده. نه خیر، باز راه حل رو خود اهل بیت اطهار علیهم السلام فرمودن، میگویند المرء حیث وضع نفسه، منزلت مرد، ارج مرد، قدر مرد به جایگاهیه که خودش در اونجا خودش رو قرار میده. المرء مرد انسان حیث وضع نفسه، در هر جایی قرار میگیرد که خودش انتخاب میکند. انسان اگر فرزندش رو با افراد ناسالم جامعه بگذاره، سر و کار این بچه با افراد نااهل باشه، نباید توقع داشته باشه که بچهش این فرزند یک فرزند بسیار مناسبی در بیاد، فرزند سالمی در بیاد. اگر همدرسیاش کسی که باهاشون درس میخونه افراد تنبلی باشن، درس نخونی باشن، نباید توقع داشته باشه که بچه شاگرد اول در بیاد، شاگرد زرنگی باشه. اگه با افراد بد اخلاقی سر و کار داره، خب طبیعیاً اخلاقش هم بد میشه. این مثال فرزند آدم، در مورد خود آدم هم همین جاریه. اگر شما با افراد نااهلی رفیق شدید، همراه و رفیقتون آدم نامناسبی بود، طبیعیاً روی شما هم تأثیر میگذاره. لذا در روایات زیاد داریم که با افرادی که عادت و ممارست دارند بر گناهان کبیره نشست و برخاست نداشته باشید، چون که طبیعیاً روی شما تأثیر میگذارد. طبیعیاً این همنشینی تأثیر خودش رو میگذارد. در اون شعری که مطلعش میگوید گلی ناچیز در حمام روزی رسید از دست محبوبی به دستم، تا آخرش میگه که من یک گل ناچیز بودم، کمال همنشین در من اثر کرد. این که من ارزش پیدا کردم به خاطر این همنشینم بوده، ولیکن من همان خاکم که هستم. حالا روایت میگه که هر کجا که تو خودت رو قرار بدی همون میشه قدر و منزلت تو. اگر انسان در جایگاه زباله بره، طبیعیاً لباسهاش هم بوی زباله میگیره. اگر در یک عطاری بره و در مغازه‌ای که عطر میفروشن، طبیعیاً این لباسش هم معطر میشه و بوی خوب میگیره. المرء حیث وضع نفسه. پس انسان باید بدونه که هر کاری که کنی، هر چه کنی، به خود کنی. این که بگیم دست ما نیست حرف درستی نیست. حضرت همین میگن فخیروها او آها، از اون طرف المرء حیث وضع نفسه. انسان اگر گنجایشش رو، تحملش رو، ظرف وجودیش رو سعی کرد که بالا بیاره، کم کم این اتفاق میفته و گنجایش شخص بالا میره. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. Thank you.